کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران برای نخستین بار گزارش درباره برجام را در صحنه علنی ارائه کرده. این گزارش در مجلسی تهیه شده که از مجلس پیشین به مراتب با دولت همراه تر است. هشدار می‌دهد در حالی که ایران همه تعهداتش در برجام را انجام داده، دولت آمریکا از آن طفره رفته. گزارش می‌گوید اجرای برنامه شفافسازی انجام شده، بتن‌ریزی راکتور عراق انجام شده، کاهش سانتریفیوژهای غنی‌سازی نطنز، توقف غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از 3.67، مبادله ذخایر اورانیوم غنی شده با کیک زرد و تغییر کاربری فوردو به مرکز تحقیقاتی. همینطور علاوه بر همه اینها، پروتکل الحاقی را ایران به طور داوطلبانه اجرا کرده و ابعاد احتمالی نظامی را هم خاتمه داده. اما از سوی دیگر بر اساس این گزارش، با وجود رفع برخی از تحریم‌ها، مواردی مانند برقراری ارتباطات بانکی به کندی پیش می‌رود و به ویژه آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های اصلی برجام تلاش کرده تا فشارهای خود را بر ایران افزایش دهد. گزارش مثال می‌آورد. تحریم 11 شخصیت حقیقی و حقوقی درست در روز دوم بعد از اجرای شدن برجام. تغییر قانون صدور ویزا برای کسانی که به ایران سفر کرده باشند که آنها را مجبور می‌کند از آمریکا ویزا بگیرند و امضای وضعیت اضطراری علیه ایران توسط باراک اوباما و ادامه محرومیت ایران از مبادله مالی با دلار و همینطور به قول مجلس ایران بهانه‌های حقوق بشری. در این باره می‌خوایم بحث کنیم امشب. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی آمریکا، از هیوستن با ماست و در استودیو جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران. جمشید، اول تو که این گزارش بلند بالا رو مطالعه کردی، به ما بگو که لحن این گزارش نزدیک هست به کدوم یک از جریانات سیاسی داخل ایران؟ بله، گزارش در مجموع گزارشی است مثبت و کاملا همسو هست با روایتی که دولت حسن روحانی از برجام و چگونگی اجرای اون داره. حتی در حوزه‌ای هم که انتقادی صورت گرفته، انتقادی است که از طرف مقابل به طور مشخص آمریکا صورت گرفته برای در واقع عمل نکردن به تعهداتش در مقابل از تعهدات ایران، در واقع عمل به تعهدات ایران به طور کامل، همونطور که خودت اشاره کردی، صحبت رفته و از اون مهمتر کاملا با لحن مثبتی از فواید و پیامدهای مثبت برجام صحبت شده. مثلا گفته شده که اجرای برجام تغییرات معناداری رو در مراودات بین‌المللی ایران به وجود آورده، باعث این شده که ایران مشتریان نفت خودش رو به دست بیاره مجددا، حقوق پسی ملت ایران به رسمیت شناخته بشه. همه بحثایی که در واقع دولت آقای روحانی، تیم مذاکره کننده و شخص آقای روحانی از اون صحبت می‌کردن به عنوان در واقع پیامدهای مثبت برجام، اینها نکاتی است که در این گزارش هم مورد تایید قرار گرفته و کمترین همسویی رو داره با در کسانی که در سال‌های گذشته در جریان مذاکرات و حتی بعد از آغاز برجام هم، در امضای برجام هم، در واقع منتقد بودن، معروف بودن به دلواپسان و در مجلس قبلی هم بسیار منتقد جدی رویکرد دولت آقای روحانی بودن. در این گزارش اونها در واقع دیده نمیشه. یعنی این مسائلی که در مورد آمریکا مطرح کرده بیشتر نقش حالت روایی داره از اینکه چه اتفاقی افتاده. دقیقاً اینها نکاتی است که مربوط به گذشته میشه. حتی پیشنهادهایی هم که کرده در مورد آینده باز هم نکته تازه‌ای نیست. در واقع به دولت پیشنهاد میکنه قانون مصوبه مجلس رو بهش عمل بکنه. در مورد اون حالا بیشتر ازت می‌پرسم. بذارم از آقای آرامش رو هم وارد بحث بکنیم. آرش آرامش، قبلا این حرف‌ها و حرف‌های مشابهش هم طور که الان هم از جمشید شنیدیم، از دولت ایران شنیده بودیم که همیشه میگفت آمریکا عمل نکرده به تعهداتش. آیا واقعا دولت آمریکا خودش رو متحد میدونه به اجرای برجام؟ ببینید، برجام بالاخره یک قراردادی است و تعهدی است بین دو کشور، نه فقط دو کشور بلکه بین 5 قدرت بین المللی به اضافه آلمان و جمهوری اسلامی ایران. امریکا به عنوان هم رهبر اون 5 به اضافه یک، پیشرو اون گروه و به اضافه اینکه پیشرو بلوک غرب و به اضافه اینکه عملا اختلافات اصلی در مسئله هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده آمریکا بود، آمریکا خودش رو متحد میدونه و خیلی از تحریمات حالا برداشته شده. مثلا شما نگاه کنید، در همین گزارش هم اشاره میشه که تحریم‌های ثانویه تقریبا کاملا رفع شدن، ولی هنوز اختلاف نظر هست و این اختلاف هم برمیگرده به اینکه هنوز دو کشور، دو حکومت، یک چشم بسیار سرد و بی‌اعتمادی به همدیگه دارن، به خاطر اینکه در منطقه بسیاری از منافع دو کشور با همدیگه و دو حکومت با همدیگه در تضاد هست و اشکال دارد و با همدیگه همخوانی ندارد.
از اون طرف هم سر قضیه هسته‌ای با اینکه ایالات متحده چندین و چند قدم به جلو برداشته، ولی هر دو طرف هنوز به همدیگه انتقاداتی دارن. ایرانی‌ها، ساید ایرانی میگوید که اونها به تعهداتشون عمل کردن، از اون طرف ساید آمریکایی میگوید که نخیر، ما هم خیلی چند قدمی به جلو برداشتیم. دقیقاً اونها چی میگن؟ میگن ایران به کدوم تعهدش عمل نکرده؟ آیا مواردی رو هم اونها بهش اشاره میکنن که مثلا ایران این تعهدی رو که در برجام داده بهش عمل نکرده؟ ببینید، مثلا اینکه در با وجود اینکه قضیه استفاده و آزمایش موشک‌ها در ایران در اون قسمت برجام به قول معروف در خود متن اصلی نیست، ولی تعهدات ثانوی و حاشیه‌ای داده شده بود، به اضافه اینکه ایران مثلا آزمایش موشک بالستیک بکنم تا 8 سال یا 10 سال نکنه. همین در تابستون اخیر دیدیم که ایران تست موشک‌های بالستیک کرد، روی موشک‌ها نوشته بود اسرائیل باید نابود بشه، و اینها بالاخره از لحاظ تبلیغاتی و از لحاظ صوری و تصویری برای مستمعین و به قول معروف تماشا کنندگان غرب بسیار بد و بد به قول معروف زشت میاد. و از اون طرف اینها تندروها و منتقدین آقای اوباما و منتقدین برجام در غرب، حکومت آقای اوباما و دموکرات‌ها رو تحت فشار می‌ذارن و میگن ببینید شما آمدید 1 میلیارد و خورده دلار دارید، 4 نفر از مثلا گروگان‌ها و زندانی‌ها رو آزاد کردید، از اون طرف هم قول 156 میلیارد دلار رو در چند چیز به ایران دادید، ولی از اون طرف ایران هنوز که هنوزه به خصومت خودش با اسرائیل، با غرب و با سیستم نظام جهانی هنوز ابراز میکنه و دست از کارش بر نداشته. جمشید، این موضوعی که آقای آرامش بهش اشاره کرد، آزاد کردن برخی از زندانیان، در حالی که میبینیم الان با تعداد زیادتری از زندانیان در واقع کسانی که هم پاسپورت ایرانی دارن هم پاسپورت آمریکایی در ایران مطرح شده و همین بحث‌های حقوق بشری، آیا مجلس ایران راهی پیش پای دولت ایران گذاشته که حالا این مسائل چطور حل بکنه؟ ببینید، مسئله‌ای که هست در واقع در مذاکرات هسته‌ای، تأکیدی که مخصوصا آیت الله خامنه‌ای داشت این بود که مذاکرات ما فقط و فقط بر سر فعالیت‌های هسته‌ای، پرونده هسته‌ای است و نه هیچ چیز دیگر، نه مسئله حقوق بشر، نه مسئله آزمایش‌های موشکی، هیچ چیز دیگری رو. در واقع توافقی است که فقط بر سر پرونده هسته‌ای صورت گرفته. البته در قطعنامه‌ای که بعد از امضای برجام در شورای امنیت تصویب شد، به بحث موشکی هم پرداخت شده، در زمائم برجام هم اشاره شده، ولی صراحتی در خود برجام نداره. الان ادعایی که دولت ایران و مجلس ایران داره این هستش که به تعهداتی که ایران داده بوده، ایران به تعهداتی که داده عمل کرده، آمریکا متقابلا به این تعهدات عمل نکرده. کش و قوس‌های زیادی در مجلس قبلی وجود داشت، چند قانون در اون زمان تصویب شد که سرانجام در سال گذشته، در سال 94 آخرین قانونی که تصویب شد، در واقع قانون اقدامات متناسب و متقابل در قبال اجرای برجام، اون قوانین قبلی منسوخ شد، باطل شد. طبق این قانون ایران، دولت ایران موظف هست که گزارش بده از عملکرد طرفین در موضوع اجرای، بله، در موضوع اجراش، و چنانچه یکی از طرفین با استناد به اون در واقع نامه‌ای که آیت الله خامنه‌ای نوشت خطاب به آقای روحانی، 9 شرطی که گذاشته بود برای اجرای شدن برجام، بحث این هستش که اگر طرفین، یعنی طرف مقابل به ویژه آمریکا در اینجا، به تعهدات خودش عمل نکرد، ایران در اون زمان بیاد و در واقع اقدامات متقابل به مثل انجام بده. دقیقاً مسئله همین است. آقای روحانی دائم میگه به من وقت بدید. همین اواخر هم دوباره گفته. چقدر واقعا فضای سیاسی ایران آماده است که به او این وقت رو بده؟ من فکر میکنم کاملا فضای سیاسی ایران آماده است. یعنی کسی امروز دیگه مثل گذشته صحبت از لغو برجام اساسا وجود نداره. انتقاد میشه و اینکه در واقع آمریکا به تعهداتش عمل نمیکنه، این فشار رو با آمریکا وارد میکنن. نگرانی که در ایران وجود داره، اون در واقع دلواپسی که وجود داره، به مسائل بعد از برجام مربوط میشه، چیزهایی که تحت عنوان نفوذ و تلاش آمریکا برای طرحهایی که برای برجام 2-3 میگفتن، و این اصطلاحاتی است که خود آقای روحانی به کار برد. کسی در واقع در داخل حاکمیت مخالفتی با برجام نداره، به دلیل اینکه میبینن خب پولها داره برمیگرده، فشارها ازش کاسته شده. و اگر در واقع نگرانی و انتقادی هست، این هستش چرا پولها با سرعت کافی به ایران نمیرسه، چرا ایران با سرعت کافی در واقع از قید و بند اون تحریما رها نمیشه. کسی به دنبال این نیست که در واقع به نوعی تجدید نظر بکنه در فعالیت ها که اون تحریم ها مجددا برگرده. خب مسئله همین هست که چقدر این ممکن است تسریع بشه، در حالی که میدونیم از
ژانویه به بعد دولتی دیگر در آمریکا سر کار خواهد بود. آقای آرامش، که هر دوی کاندیداها، هم آقای ترامپ هم خانم کلینتون، در بحثایی که داشتن به نوعی به نظر میاد که موضعشون از موضع آقای اوباما نسبت به ایران سخت‌تر خواهد بود. چقدر شما حدستون چی هست؟ فکر می‌کنید چقدر روی کار آمدن دولت تازه روی روند تاثیر می‌گذاره؟ البته من برای محض شفافیت اینا خدمتتون عرض بکنم که سر این موضوع من به عنوان بی طرف نمیتونم صحبت بکنم، به خاطر اینکه هم ما و هم دفاتر حقوقیمون در سراسر کشور به عنوان مشاور کمپین خانم کلینتون هست. ولی ممنونم از توضیحتون. خواهش میکنم. ولی با اون به قول معروف شناختی که از سیاست خارجی خانم کلینتون هست، ایشون به عنوان رهبر حزب دموکرات بعد از آقای اوباما و اگرم که به ریاست جمهوری انتخاب بشن ادامه دهنده اون راه و میراث آقای اوباما، بعید خواهم دونست که از برجام و از سیاست‌های کلی دولت آقای اوباما، به خصوص در مورد این گل سرسبدی به اسم برجام که دیگه برای آقای اوباما از همه یکی از مهمترین دستاوردهای سیاست خارجیش بود، بعید بدونم خانم کلینتون از این قضیه، از برجام به قول معروف زیرش بزنه یا بخواد اون رو عملی نکنه یا بخواد این مسئله رو روی ایران مثلا به قول معروف فشار بیشتری بیاره سر قضیه هسته‌ای. اون توافق هسته‌ای که ایران و ایالات متحده آمریکا به اون رسیدن، اگر همینطور جلو برن و ایران دست به تست اتمی جدید یا ساختن مراکز هسته‌ای جدید نزنه، خانم کلینتون کار خاصی نخواهد کرد. اما از اون طرف بازم عرض میکنم خدمت شما، خیلی نمیتونم بی‌طرفانه صحبت کنم، ولی اون چیزی که تحلیل ما هست این هستش که متاسفانه در مورد سیاست خارجی آقای ترامپ ما واقعا نمیدونیم ایشون میخواد چیکار بکنه، چون از یک طرف ایشون صحبت میکنه و از امثال آقای اسد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تمجید میکنه، ولی از اون طرف هم میگوید که برجام کاغذ پاره است و ایشون میخواد برجام رو پاره بکنه و بسیار مذاکرات بدی بوده. یه نکته خیلی آخری هم که میخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید برجام فقط زمان آقای جان کری وزیر کنونی خارجه آمریکا اتفاق نیفتاد. اون 4 سال هم که خانم کلینتون رئیس جمهور بود، بسیاری از مذاکرات پایه‌ای و بدوی و اولیه برجام به صورت محرمانه و سری انجام میشدن. به خاطر همین خود خانم کلینتون هم اینجا یک احساس به قول معروف میراث بر این قضیه هست. متشکرم آقای آرامش. البته یادآوری کنم که خانم کلینتون هنوز از شهور نشدن، قراره بشن وزیر خارجه بدن. ممنونم از شما. و البته اگه رای بیارن قراره بشن جمشید ورزگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران اینجا در استودیو با ما. متشکرم.